روز گذشته کانال قیام تا سرنگونی سند جدیدی از دستورات خامنه‌ای به پاسدار قالیباف رئیس مجلس در رابطه با افزایش بودجه 18 نهاد و مؤسسه وابسته و تابعه به دفتر خامنه‌ای رو افشا کرد. سوال اینجاست که محتوای این اسناد چیه و این چه پیامی داره؟ همراه میشیم با پروفسور حسین سعیدیان، استاد و محقق علوم کامپیوتر در دانشگاه کانزاس. به شما سلام و خوش آمد میگم پروفسور سعیدیان. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراهمون هستین. ابتدا میخواستم ارزیابیتون رو از محتوای این اسناد جدیدی که دیروز در واقع منتشر شد بشنویم و اهمیت اون رو شما چطور دیدین مقدمتا؟ اول سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مفیدی و سلام خدمت همه بینندگان محترم برنامه‌تون. نکته های خیلی مهمی در اسناد افشا شده وجود دارن و در این زمان محدود نمیشه درباره همشون صحبت کرد، لذا من به یکی دوتا از این موارد اشاره میکنم. نکته اول به نظرم نقش مستقیم شخص خامنه‌ای در همه امور از جمله در ریزترین مثلا جزئیات اعداد و ارقام مالی هستش. اینا ما نشون میدن که در عمل خامنه‌ای در تمام تصمیم گیری های دولت به صورت خیلی عمیق دخالت داره، از جمله در این مورد چه مربوط به امور مالی و اقتصادی و تخصیص بودجه به مؤسسات تبلیغاتی مذهبی و دیگر بخش ها هستش. خامنه ای به طور مستقیم دستور عمل های دقیق را برای تخصیص بودجه به این نهادها تعیین میکنه. این نکته مجددا نشون میده که ادعاهای خامنه‌ای و بقیه سردمداران رژیم درباره عدم دخالت او در کارهای دولت فقط یک دروغ بسیار بزرگی هستش. نکته دوم به نظرم درباره خود این اعداد هستن. گفتم وقت نیست که به همشون اشاره بکنیم، ولی اجازه بدین فقط به یکی یا دو تا مورد اشاره بکنیم. مثلا تخصیص بودجه برای جامعه مصطفی که یک ارگان مربوط به آموزش طلاب خارجی هستش، و یا تخصیص بودجه برای یک نهاد دیگه به نام مجمع جهانی تقرب مذاهب و اهل بیت، یا یه اسم شبیهی این داره که مربوط به دخالت در کشورهای عربی هستش. این اعداد واقعا نجومی هستن. مثلا اگه اشتباه نکنم 100 میلیارد تومان افزایش بودجه مسکن طلاب خارجی جامعه المصطفی هستش. نه فقط بودجهشون، فقط افزایش بودجه اینم فقط در زمینه مسکن این طلاب هستش. جامعه المصطفی یک نهاد است برای طلاب خارجی و نقش مهمی در گسترش ایدئولوژی افراطی و بنیادگرایی خامنه‌ای داره. این در حالیه که بسیاری از هموطنانمون در فقر به سر میبرن، محل خواب ندارن، گورخوابی میکنن، دختر بچه ها و زنان محروم وطنمون تنفروشی میکنن، دانش آموزان جوان ایرانی به خاطر فقر و عدم توانایی برای ثبت نام و یا خرید نیازهای آموزشیشون دست به خودکشی میزنن. این اعداد ارقام دخالت مستقیم خامنه‌ای در تعیین بودجه برای این نهادهای بنیادگرا را نشون میده و مجددا نشون میده که خامنه‌ای هیچ ارزشی برای رفاه و آسایش مردم ایران قائل نیست و تنها چیزی که براش مهمه ترویج ارتجاع مذهبی و پایه‌ریزی برای گسترش گروه‌های افراطی و تروریستی هستش. بله پروفسور سعیدیان، همین نامه که الان شما گفتین به نظرتون افشای این نامه چه چیزی رو بر ما بیانگر چه چیزی هست و مشخصا چرا خامنه ای دستور میده بودجه هایی که مربوط به همین نهادهای ارتجاعی که الان شما اشاره کردین و همین تروریستی، چرا مشخصا خامنه ای میگه که اینها رو بودجهشو بالا بکشن؟
همطور که عرض کردم، افشای این نامه ها در درجه اول نشون میده که خامنه ای و رژیمش مطلقا به فکر آسایش و رفاه مردم ایران نیستند. چرا خامنه ای پولا را برای مردم ایران را اینطور به هدر میده؟ یکی برای گسترش نفوذش در خارج از ایران، میخواد ایدولوژی ارتجاعی و بنیادگرایی خودش را به خارج از ایران صادر بکنه، میخواد با این کاراش به اصطلاح هژمونی منطقه‌ای و یا به قول خودشون عمق استراتژیک داشته باشه، میخواد گروه های افراطی را و نیابتی خودش را زیادتر بکنه، میخواد این تصویر و نه تنها تصویر بلکه این تصور رو القا بکنه که خامنه ای حتی فراتر از مرزهای ایران نیرو دارد که باید آنها را تو محاسبات در نظر گرفت، میخواد نیروهای تروریستی خودش را گسترش بده، میخواد که بعدن با این طلاب یک اهرم تروریستی و استراتژیک برای خودش درست کنه، نه تنها در کشورهای منطقه بلکه تا حتی در اروپا. به طور خلاصه به نظرم اقدامات خامنه ای هم در خدمت جاه طلبی های ژئوپلیتیک و هم اهداف بنیادگرایی و افراطی هستش، در حالی که میلیون ها مردم ایران از فقر رنج برند، ولی خامنه ای گسترش نفوذ خودش و پرورش شبکه های تروریستی و بنیادگرایی را در اولویت قرار میده. یک نکته دیگه هم که یاسر جان بعد به نظرم بهش اشاره کرد اینه که این اقدامات خامنه ای مطلقا به خاطر دلسوزی برای مثلا مردم فلسطین یا یمن یا عراق و یا سوریه و جاها یا مردم آفریقا نیستش. شخصی که خودش مطلقاً هیچ گونه دلسوزی برای مردم خودش نداره و پولاشون رو اینطور به هدر میده، طبیعتاً دلش برای مردم محروم این کشورها هم نسوخته. تمام این اقدامات خامنه‌ای برای تحکیم قدرت خودشه و برای استمرار ولایت شیطانی خودش هستش. بله، بسیار سپاسگزارم از شما پروفسور حسین سعیدیان، استاد و محقق علوم کامپیوتر از دانشگاه کانزاس که همراه ما بودین و همه نکاتتون در رابطه با افشاگری جدید قیام تا سرنگونی. خیلی ممنون پروفسور سعیدیان، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. شب شما بخیر. مرسی.